بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، محصلین گرامی، السلام علیکم. امیدوارم که از صحتمندی کامل برخوردار باشیم و خدا کنه که روزای گذشته، یعنی روزایی که فاصله بین جلسه آخرین جلسه ما بود و این جلسه، این روزا را به خوبی خوشی سپری کرده باشیم و همچنان روزای آینده را هم به خوبی و خوشی و صحتمندی سپری کنیم. به ادامه فصل چهارم English for Construction 2 یا انگلیسی سوم سمستر سوم قرار داریم. به این فصل، قبلا ما یک قسمتی از فصل چهارم زیر مجموعه Materials ما یک قسمت خوندیم، order materials، ای بخش خلاص کردیم و همچنان describe properties of material، مشخصات مواد را هم یک قسمت ما خوندیم و یک قسمت دیگه باقی مونده و امیدواریم به این جلسه که ما بتونیم این قسمت باقی مونده properties of material ختم کنیم و همچنان قسمت از delivery problem یا مشکلات انتقالات مواد ساختمانی ما شامل کنیم یا بحث کنیم. برمیگردیم به تکست بوک. قبلا ما properties of material قسمت ها خوندیم که معمولا یک مقطعی از به اصطلاح سرک که البته از لایه های مختلف بنابر عرف که هست یا در قسمت هایی که سرک ساخته میشه، یعنی بر قسمت به هر جا فرق میکنه، بنان مقاطع مختلف داره و همچنان لایه های مختلف داره. اینا رو بحث کردیم که مثلا لایه اولی زی پیوینگه، باز سری پیوینگ، لایه بدینگه و بیس، سب بیس، سب گریده و همچنان این مختر سرفیس بایندره و بیس، سب بیس، سب گریده که اینا رو هم بحث کردیم که مثلا معمولا این مختر برای کجا این کار میشه و مثلا این مختر به کدام قسمت ها کار میشه و به چی جاهای کار میشه. و همچنان ما لسنینگ 13 بحث کردیم، گوش کشیدیم و همچنان سوال ها جواب دادیم. این قسمت ها رو ما خوندیم و میرسیم به لسنینگ 14. امروز جلسه ما از همه قسمت شروع میشه، یعنی از قسمت لسنینگ 14. میخونیم اول: Listen to a contractor talking about the key properties of asphalt. ما به یک قراردادی گوش میکنیم. Listen to a contractor. به یک قراردادی گوش کنید. Talking about the key properties of asphalt. که گپ میزنه راجع به مشخصات کلیدی آسفالت. Key properties. Properties مشخصات. Key یعنی کلیدی. مشخصات مهم یا مشخصات کلیدی آسفالت بحث میکنه یا گپ میزنه. Make notes on what he says about the following. شما نوت بگیریم که او راجع به این قسمت ها چی میگوید یا راجع به این اصطلاحات چی میگه. شما اینا رو نوت میگیریم پیش. خب مثلا راجع به penetration value یا قیمت یا ارزش یا قیمت penetration یا به نام pin value هم میگن. penetration یعنی فرو رفتگی. مثلا آسفالت اگر شما متوجه شده باشیم، گاهی وقت اگر لود یا بار سر از میای تعمیره، مثلا تایر موتر که بار از سنگین باشه، خصوصا اگر آسفالت در هوای گرم باشه، در موقع گرما آسفالت یک قسمت، یعنی خاصیت چی داره؟ خاصیت ارتجایی داره یا خاصیت انعطاف پذیری داره که مثلا لود که سر از وارد میشه او تعمیره، مثلا اون تایر موتر تعمیره، همون میگن پنتریشن یا فرو رفتگی. خب این پنتریشن چیه؟ تلز you how hard or soft the asphalt is. penetration value یا قیمت فرو رفتگی به شما چی میگه؟ به شما میگه که همین آسفالت چقدر سخته یا چقدر نرمه. depend on the climate. البته بستگی به چی هم داره؟ بستگی به کلایمیت، اقلیم هم داره، یعنی مثلا در چی موقعیه. گاهی وقت در زمستان مثلا که هوا خیلی زرده، بخش سرده، آسفالت خاصیت ارتجاعی کمتر، یعنی فرو رفتگی از او کمتره، تغییر شکل از او کمتره. مثلا در هوایی که گرم باشه، در موقعی که گرم باشه، مثلا او آسفالت بیشتر خاصیت ارتجاعی داره، یعنی تغییر شکل میکنه و پس برمیگرده به حالت اول. دیگه موضوع کاتبک. ببینید راجع به کاتبک چی میگه. کاتبک البته یک اصطلاح خاصی که برای اسفالت استفاده میشه، که کاتبک به معنی او درجه ای که همی آسفالت به مکزیمم استرنت یا به مقاومت حد اکثر خود میرسن، او میگن کاتبک.
و پروسیتی، پروسیتی به معنی نفوذ پذیری، البته تحت لفظی اگر ما معنا کنیم به معنی نفوذ پذیری. پروسیتی یا خلام میتونیم ما به نحو معنی کنیم، اما خالیگاه هایی که در آسفالت یا در کانکریت یا در هر چیز رو میگن، یا حتی در خاک رو میگن پروسیتی، که همون خالیگاه هایی که آب جذب میکنه. نویز ریدکشن یعنی کم کردن صدا، یا چقدر مثلا آسفالت باعث تقلیل صدا میشه و باعث کم شدن صدا میشه. و رفلکشن یعنی انعکاس، مثلا نور یا انعکاس میده یا نمیده. اینا ببینیم به لیسنینگ راجع به اینا بحث میشه، مو کانترکتور راجع به گپ میزنه و شما گوش میکنیم و نوت میگیریم که اینا چی گفته. بعد به پنج match these words to the key properties in four. بعد از اون که ایر شما گوش کشیدین ببینین که مثلا نوت میگیرین که راجع به پنتریشن والیو چی میگه، راجع به کاتبک چی میگه، راجع به پروسیتی چی میگه، مثلا راجع به او دو اصطلاح دیگه چی میگه. نوت میگیریم، شما معلومات رو با نحو خود یادداشت میکنیم. بعد ببینین که با این کلمات چی ربط داره، یعنی چی، یعنی این پنج کلمه با این چهار اصطلاح یا با این پنج اصطلاح، چهار اصطلاح اینجا البته پنتریشن شامل نکرده، ببینین که چی ربط داره. مثلا کیور به معنی چی؟ کیور به معنی همو آلته که آسفالت به درجه مقاومت عظیمی خود میرسه، میتونیم بگیم کیور یا معالجه شدن یا مقاومت گرفتن یک چیز میگن کیور. مثلا کانکریت که شما آبدهی میکنیم یور میگن کیورینگ میکنیم کانکریت، یعنی چی؟ یور معالجه میکنیم که مقاومت عظیمی خود برسه. گلر به معنی نور درخشنده، که چیزی که مثلا دسترا بلبل میزنه، یک نوری که خیلی تیزه، او میگن گلر، درخشش. هارد به معنی سخت. ساوند صدا، واترم کو آبر میگه. ببینیم که ای پنج کلمه با ای اصطلاحات چی ربط داره. ببینیم مثلا کدام از این کلمات با ای اصطلاحات ربط داره، شما رو پیدا میکنیم. میریم به لیسنینگ 14 گوش میکشیم و ما کوشش میکنم که در انگام گوش کشیدن ما و شما، من کوشش میکنم که اینا رو ترجمه هم بکنم به شما و روشنه هم بندازم که بشه مثلا درک از او به شما ساده تر بشه. لسنینگ 14. Unit 4. Recording 14. When you put down asphalt, you have to think about its properties. When you put the asphalt, you need to think about its properties. وقتی که آسفالت میگه شما میریزیم باید راجع به مشخصات از شما فکر کنیم. The first is the pen value or penetration value, which tells you how hard or soft the asphalt is. اولین چیزی که هست میگه pen value یا penetration value یا همو ارزش نفوذ، ببخشید ارزش فرورفتگی آسفالت، که او به شما میگه که چقدر یک آسفالت سخته یا نرمه. اولین چیز میگه راجع به ازیز شما باید فکر کنیم. The pen value depends on the climate and the local temperatures. Pen value میگه بستگی داره به کلایمیت و همچنان یا حرارت محیط. همون محیط میگه ربط داره. If the asphalt is too hard, it will crack. اگر آسفالت خیلی هارد باشه، if the asphalt is too hard, it will crack. اگر آسفالت خیلی سخت باشه، او میشکنه، یعنی شکننده. If it's too soft, it will distort. و اگر خیلی نرم باشه، خیلی به اصطلاح ملایم باشه، او آسفالت distort میشه، یعنی تغییر شکل پیدا میکنه. Or change shape. Or change shape یعنی شکل از تغییر میکنه. The second property is cutback, which has to do with how fast the asphalt cures. In other words, how quickly it reaches maximum strength and hardness. خاصیت دوم کانکریت گفته کاتبک، گفته کاتبک عبارت از درجه ای که چقدر مثلا به چه سرعت همو آسفالت به ماکسیمم درجه، یعنی به مقاومت عظمی خود میرسه یا کیور میشه یا معالجه میشه یا به مقاومت خود به دست میاره. Again, this will change depending on local conditions. همچنان گفته این هم بستگی به چی داره؟ و این هم بستگی به آب و هوای محیط داره. The property is porosity, or how much water the asphalt lets through. و خاصیت سوم از این خاصیت پروسیتی یا نفوذ پذیریه، که نفوذ پذیری عبارت از اینه میگه که او چقدر آب در داخل خود جا میده، یعنی خالیگاهی که در اسفالت وجود داره، مثلا آبی که میره جذب زمین میشه، در واقعیت این آب میره همو خالیگاه خاک پر میکنه.
میره به داخل خالیگاه خاک میره. And then there's noise reduction and reflection. Both of these are important on motorways, but not. و دیگه خصوصیات های آسفالت موضوع نویز ریدکشن، یعنی کم کردن یا تقلیل صدا، سر صدا به اصطلاح، یا عایق صدا به اصطلاح، و رفلکشن موضوع انعکاس نوره، که اینا هر دو تا به خصوصا گفته به موتور وی، به موتور وی راهای به اصطلاح چی، راهای اسکاهای زیرزمینی بیشتر گفته اینا خیلی مهمه، مثلا جایی که باید اونجا آرام باشی. So important on driveways. مگر به درایوی یا راهای سرکای به اصطلاح تاکسی و اینا گفته خیلی مهم نیه. Motorways need to be as quiet as possible. به خاطر چه که موتوروی باید تا حد امکان باید کوایت باشه، یعنی خاموشی باشه، خاموش باشه، یعنی سر صدا نباشه. Particularly in built-up areas. خصوصا در جایی که ساخت و ساز زیاده. And they mustn't produce glare, which can affect a driver's eyes. و همچنان او ممکن که او اسفالت یک کار دیگه داره که او درخشش ایجاد میکنه، produce glare، او یعنی تولید میکنه همو درخشش که باعث میشه که اذیت کنه چشم همو راننده. The dark surface of the asphalt absorbs light and reduces reflection. و همچنان رنگ سیاه اسفالت باعث از این میشه که چکار کنه، نور جذب کنه، نور یعنی جذب میکنه به اصطلاح. With an asphalt surface, you don't have a bedding layer, but و در لایه اسفالت میگه شما بدینگ لایر نداره. You do have a binding layer. مگر چی داریم؟ به جای بدینگ لایر در اون قسمت های سکشن هم شما بدیدیم که در قسمت اسفالت و اسفالت آلت عادی در خصوصا در درایوی و مثلا در چیزا حالا به هر مقاصدی که کار میشه و او چیه؟ او بدینگ لیر نداره، یا همون لیره که مثلا همون سرفیس لای سرفیس به سر از او بد میشه، یعنی مثل تخت خواب یا تخت میشه بر از او قسم نداره، ولی بایندینگ لایر داره. بایندینگ لایر یعنی لایه که متصل کننده معنی میده، یعنی لایه داره که مثلا لایه تحتانی با لایه فوقانی مثلا چیکار میکنه، وصل میسازه، holds everything together. که everything it holds everything together، همه چیز با هم نگه داره، ایت متصل کنه. فکر کنم خلاص شد. بله خلاص شد. خب گوش کشیدیم که راجع به مشخصات یا راجع به key properties of asphalt صحبت کرد، موضوع penetration value گفت، موضوع cutback گفت، موضوع porosity و موضوع noise reduction و reflection راجع به اینا صحبت کرد، و cutback چی بود و porosity چی بود و همچنان noise reduction مثلا اینا به چیزهای مثلا به خوبه باید که این خصیت یعنی حتما باشه به آسفالت و بالاخره مفیدیت داره، مثلا به موتور وی گفت که باید آرام باشه و باید یعنی حایق صدا باشه. خب به هر صورت نمبر 5 match these words to the key properties in Ford. شما یک کلمات شما وصل میکنیم در مشخصاتی که شما در چهارم خوندیم، یعنی این مشخصات. Listen again and check your answer. شما گوش کنیم دوباره و همچنان جوابایی که شما میدین چک کنیم. البته نیاز نیست که بخاطر از اینکه ما گوش کردیم و همچنان ما کوشش کردیم که بالاخره توضیحاتی هم بدم، انشالله که همه چیز روشن شده باشه و اگر هم بالاخره صحیح نفهمیدیم تکس از این لسنینگ با آخر کتاب صفحه فکر کنم 71 به بعد شروع میشه، از اونجی شما میتونیم که همزمان گوش کنیم و اونجی با تکس هم بخونیم و کلماتی هم که نمیفهمیدیم بارها ما کوشش کردم گرچه اینجا کلمات را من ترجمه کنم و بعد شما از اون جگام تمرین کنیم و چی یک بار دو بارم لسنینگار چند بار تایی که میفهمیم چی میگه گوش کنیم و بفهمیم. خب این کلمات شما به این چند اصطلاح وصل میکنیم، مثلا اینا کدام یکی از اینا به اون اصطلاحات مثلا ارتباط داره، مثلا کیور. کیور گفتیم که معالجه کردن یا رسیدن کانکریت یا آسفالت به مو درجه مقاومت. خاکی بیشتر راجع به کتبک بود، گفت کتبک همی خاصیت داره یا همی فاکتور در ازو هست، بنان کیور مربوط به اول میشه. گلر موضوع رفلکشن میتونیم بگیم،
موضوع ریفلکشن گفت که یک درخشش از سطح چی هست، سطح آسفالت داره که گاهی وقت باعث اذیت کردن چشم راننده میشه. همو هارد هم سخت، این هم مربوط به کتبک میشه، یا میتونیم بگیم مربوط به پنیتریشن میشه، مربوط به کتبک هم میتونیم به نوع ایرما به او وصل کنیم یا به او ارتباط بدیم. و هارد یعنی سخت، پنیتریشن ولیو گفتیم که خاصیت پنیتریشن یا فرو رفتگی، ارزش فرو رفتگی او نشان میده که چقدر یک کانکریت سخته یا نرمه، بنابراین مربوط بیشتر مربوط به پنیتریشن میشه. ساوند صدا مربوط نویز ریدکشن یا تقلیل صدا. واتر آب این مربوط میشه به پروسیتی و حالت یا قابلیت نفوذپذیری آب که یک جسم داشته باشه که میتونه آسفالت یا خاک باشه او داشته باشه به نام پراسیتی یاد میشه. که مو خالقی آب، خالقی آب به نام پور میگن یا پور است، یعنی به اصطلاح خصیت تخلخل یا خصیت جسم که خالقی آب داره در بین خود میگن پور است، که باز بعدا در قالب تمرینات بحث میشه. خب speaking 6 work in pairs. We don't have to work in pairs because in such a system we are not able to work to be in pairs and work the speaking, so let's ignore this. As you make that in vocabulary 7, match the nouns 1 to 6 with the correct adjectives A to F. شما از یک تا به شش کلمات نونه یعنی اسم، من اینا رو به شما میخونم و ترجمه میکنم، و از A تا به F ای همو که صفات از اونه که گفته اینا شما مچ کنیم یا وصل کنیم ارتباط بدیم با هم. البته خیلی ساده است، همو کلمات مثلا از رو هم کلمه میفهمیم که صفت از او چیه. استرینگ یعنی مقاومت، صفت از او میتونه چی باشه؟ استرانگ باشه، بی استرانگ از استرینگ گرفته شده، استرانگ یعنی قوی، استرینگ یعنی مقاومت. تفنس یعنی سختی، میتونه صفت از او چی باشه؟ تف یعنی سخت، تف. هاردنس هم سختی میگه، البته باز جای استفاده از اینا کمک فرق میکنه. هاردنس هم به معنی سختی، سختی و هارد صفت از اون یعنی سخت. الاستیسیتی یعنی قابلیت ارتجایی یا انعطاف پذیری و الاستیک یا موالت جیری، حالت ارتجایی. بریتلنس یعنی قابلیت شکنندگی یا به اصطلاح میگیم شکنندگی، یک چیزی که قابلیت شکننده یعنی شکننده باشه، که اسم و بریتل صفته یعنی شکننده. پروسیتی یعنی نفوذ پذیری، پروس یعنی نفوذ پذیر. و خیلی مهمه که شما بفهمید مثلا کلماتی که در قالب یک جمله میایه که بفهمید که اینا صفت نون فعل چی هست و جایگاه اینا در یک جمله کجا معمولا استفاده میشه. و ما همه چیز به این کتاب و به همچنان به کتاب اول اینا شامل نمیشه، منتها به شکل خلاصه و به شکل فشرده در قسمت لنگویج، قسمت گرامر همین کتابه، و بعضی چیزا اینجی به شکل خلاصه و به شکل فشرده بیان شده، منتها در قسمت تمرینام البته اونو بحث میشه و تمرین میشه. مثلا اینجی بحث سر بین مثلا صفت و بین اسم بود و این تمرین 8 هم مربوط به زینا میشه که ما کار میکنیم. Complete these sentences by choosing the correct words in italic. شما این جملات رو تکمیل میکنیم، دو کلمه که در به شکل italic یا به شکل چی داده شده، italic داده شده که من فونت italic، اینا یکی از اینا شما انتخاب میکنیم که کدام از این صحیح است. یک از اینا مثلا به جملات که استفاده شده، یک از اینا صفت، یک از اینا اسمه. شما ببینیم نظر به جمله که آیا صفت ما باید انتخاب کنیم یا نونه یا اسم ما انتخاب کنیم. ما توضیح میدم و همچنان کوشش میکنم دلیلی که ما مثلا صفت انتخاب میکنیم چیه و دلیلی که نون انتخاب میکنیم چیه، ما کم توضیح میدم. Asphalt is used in road construction. Asphalt استفاده میشه در ساختن سرک because it is strong، بخاطر که قوی است، معلومه که ما صفت رو مگرد because it is strong، بخاطر که قویه، و نمیتونه بگیم because it is strong بخاطر که مقاومت است، نه، بخاطر که قوی است. معمولا
در از دو کلمه نون و صفت در وقتی که اینا هر دو از اینا به میت حالت گزینه‌ای بعد از فعل تو بی بیایه ما صفت رو انتخاب میکنیم. تو hardness یا hard. Asphalt is often very brittleness or brittle. کدام از استفاده انتخاب میشه hard استفاده؟ بازم صفت. Hard asphalt. چرا صفت ما به خاطر از اینکه asphalt خود از این نونه یا اسمه و همیشه معمولا البته قبل از نون صفت قبل از نون میایه. بنان hard asphalt. نمیگیم hardness asphalt. Hard asphalt. Asphalt سخت is often very brittle. بازم فعل to be آماده البته. Is often very. Is چون آماده. البته که very آماده به ما بود کار نداریم چون بعد از to be آماده. بعد از to be هم بازم بین نون و بین صفت صفت انتخاب میشه. البته بدون ای که ما مثلا structure گرامری از ما بگم شما از روی ساختار جمله و از روی مفهوم جمله میفهمید که مثلا صفت انتخاب میشه یا اسم انتخاب میشه. Hard asphalt is very often very brittle. اسفال سخت گاهی خیلی شکننده است. خب porosity asphalt ببینیم بازم این چیز porous asphalt مگر بگیم آسفالت قابل نفوذ یا آسفالت که متخلخله یعنی آب پذیره. Improves safety by removing water from the surface of the road. آسفالت که خلیگا داره یا نفوذ پذیره او همیشه سیفتی یا مسئولیت پیشرفت میده یعنی مسئولیت زیاد میکنه بروی سرک. به خاطر چی؟ By removing water from the surface of the road. با از بین بردن آب از سطح سرک یا از بین رفتن یا دور شدن آب از سطح سرک او سیفتی و مسئولیت رو بالا میبره. یعنی چی؟ به خاطر اینکه آسفالت خلیگا داره بنان آب به سطح سرک جمع نمیشه لغزنده نمیشه میره به داخل خلیگای آسفالت میره آب سطح و ای چی میشه؟ سیفتی یا همون قابلیت لغزش از او کم میشه و یعنی اصطکاک زیاد میشه به اصطلاح. از این خاطر مسئولیت رو بالا میبره. 4. Toughness is a measure. اینجا بین از این toughness است انتخاب میشه. ببینیم از رو مفهوم جمله میفهمیم سختی چی است. Tough is a measure نمیتونه بگیم سخت یک اندازی است. سختی is toughness is a measure of energy you need to break something. سختی عبارت از اندازه کردن انرژی یا توانیه که شما ضرورت داریم برای شکستاندن یک چیز. یعنی میگن سختی یک چیزه که مثلا میخواییم بشکنیم اون میبینیم سخته. ببینیم یعنی میگه بین hard و بین toughness همیت یک فرق وجود داره. معمولا toughness برای یک چیزی که میخواییم چوبی که میخواییم بشکنیم یک چیزی که میخواییم بشکنیم او سخته شما نمیتونیم بشکنیم بیشتر میگیم که او tough. It is tough to be broken down. ای سخته که ما با این قابلیت شکستن از این انرژی زیاد رو بکار داره یعنی یکی ما بشکنه بنان همی حالت رو میگن تف. بنان اینجاگا بین تف و بین تف نیست تف نیست ما انتخاب میکنیم. 5. It is important that the roads have enough elasticity to return their original shape after loading. این خیلی مهمه که سرک ها باید خاصیت الاستیسیتی یا خاصیت ارتجاعی یا خاصیت جیری داشته باشه to return to their original shape after loading که برگرده به شکل اول خو یا به شکل اصلی خو بعد از لود after loading یعنی بعد از بارگذاری یعنی یک بار سنگین که از روی سرک تیر میشه. این خیلی مهمه که دوباره یعنی میس آسفالت خاصیت الاستیسیتی داشته باشه یعنی خاصیت ارتجاعی داشته باشه که به شکل اول خو برگرده. ادامه بدیم. language قسمت زبان یا قسمت گرامر این بخش. Comparative مقایسوی. We use adjectives to describe noun. ما صفت استفاده میکنیم برای از اینکه یک نون یا یک اسم ما توصیف بکنیم. مثلا a loose surface یک سرفیس یا سطح سست. اور میتونیم بگیم a firm surface یا یک سطح سخت محکم. An original shape یک شکل اصلی. Original اصلی shape شکل. ببینیم این صفت اینا که بولد شده چون قبل از نون آمده. لوس سوست فرم سخت این هم صفاته. A strong material یک مواد مقاوم یا مواد قوی. strong صفت هم material هم مواد یعنی نون. We make comparisons
by changing the adjective. ما میتونیم با تغییر دادن صفات با یا پس اضافه کردن پسوند یا پیشوند در صفات ما میتونیم که اینا رو ما چیکار کنیم؟ صفات با هم مقایسه کنیم یا اسامی یا اسما یا اشیاء ما با هم مقایسه کنیم. اینجا به شکل خلاصه البته بحث که comparison by changing the adjective بحث خیلی خیلی کلانیه که شما ما امیدوارم که شما وقت پیدا کنید و حوصله زیر پیدا کنید که نه به خاطر این مضمون و به خاطر و به خاطر این سمستر بلکه به خاطر زیاد کردن معلومات خو و زیاد کردن گرامر انگلیسی او به او منابع شما سرچ کنیم و پیدا کنیم و همین بخش رو شما بیشتر بخونیم با استفاده از منابع. شارت ادجکتیو اینجا قسمت هایی که مثلا پسوند ای آر صفات که پسوند ای آر میگیره اینا رو میگن شارت ادجکتیو یا صفات کوتاه. مثلا هارد میشه هاردر، سخت سختتر. ما مثلا در بخش ای بخش ما هاردست هم داریم. استرانگ قوی، استرانگر قوی تر. مثلا صفاتی که یک کاتگوری از صفاتی که به اضافه کردن پسوند ای آر اینا برتر میشه. ادجکتیو اینز این وای صفاتی که با وای ختم میشه معمولا وای از به آی تبدیل میشه ای آر میگیره. مثلا هیوی هیویر. البته استثنات وجود داره که مثلا با قبل از وای نمیفهمم حروف واول باشه و قبل از چه کار باشه باز اونا شما بیشتر بازم خدا کنه که شما حوصله پیدا کنید که اینا بیشتر سرچ کنیم و معلومات بگیریم. البته در امتحانایی که من میگیرم من همیشه هم گفتم امتحان که گرفته میشه چی به سیستم آنلاین و چی به سیستم حضوری که ما در سمت داشتیم یا خواهیم داشت فقط محتوای درسی که من درس میدم در همو فریمورک در یا در همین چوکات من چیکار میکنم امتحان میگیرم. از او بالاتر موضوعات بیرونی رو امتحان نمیگیرم. البته اینا رو که من میگم مثلا شما بریم جزئیات بیشتر از اینا رو بخونیم فقط به خاطر معلومات و به خاطر استفاده خود شما نه به خاطر امتحان و به خاطر کتاب و این موضوع. لانگ ادجکتیو صفات طولانی یا طویل مثلا بریتل نمیتونیم بگیم بریتلر. اینا صفات یک کاتگوریه که لا قاعده مشخصی هم نداره که ما بگیم چرا مثلا ای آر میگیره و ای چرا چی میگیره. اینا شما کاتگوری از صفات شما بیشتر باشه. به طور خلاصه من به شما بگم بریتل یعنی شکننده. مور بریتل میتونه بگیم یا لس بریتل میگیم. مثلا شما مقایسه میکنیم میگیم this one is more brittle than that one. ای از او کرده سختر یا میگیم that one is less brittle than this one یا او چیز نظر بی کمتر قابل شکننده است. پورس یعنی قابل یعنی سوراخ داره متخلخل یا میتونیم بگیم مور پروس یا لس پروس یعنی بیشتر پروس تخلخل داره و یا کمتر داره. شما میتونیم با ای اضافه کردن ای پیشوندا در ای صفات شما مقایسه کنیم. 9 complete these sentences with materials of your choice. شما ای صفات یا ای خلیگایی که در ای کلمات آمده شما با استفاده با اضافه کردن کلمات مثلا انتخابی خود شما اینا رو پر میکنیم. یعنی حتما نیه که باید شما به پراپرتیز یا مشخصات آسفالت مراجعه کنیم یا به کلمات که اینجاگاه بحث میشه مراجعه کنیم. میتونیم یک کلمی از پیش خود بگیم مثلا A rubber band is more elastic than wood. یک rubber band یک باندیج رابری جیری خاصیت بیشتر الاستیکی یا ارتجاعی داره نسبت مثلا به چوب. rather than stick rather than whatever rather than glass شیشه هر چیزی که شما میتونیم اضافه کنیم. 2 a ceramic tile is more brittle than sand. مثلا یک سرامیک کاشی سرامیک is more brittle او بیشتر شکننده است نسبت مثلا میگیم نسبت به سند rock. 3 a piece of steel is harder than wood. یک توتی از آهن سختتر نسبت به چوب مثلا or rather than brick یا نسبت به خشت. 4 soil is more porous than concrete. خاک بیشتر تخلخل داره یا قابلیت نفوذ پذیری آبر داره یا بیشتر خلیگا داره نسبت مثلا به کانکریت خاک یک واقعیته. 5 a slab of concrete is stronger than a slab of brick. مثلا گرچه تو چیز ما نداره که سلب خشتی باشه خب مثالی یک سلب کانکریتی نسبت به سلب مثلا چوبی یا میتونیم بگیم که قوی تره.
6. A piece of Kevlar. Kevlar هم یک فلز سختیه. Is tougher than مثلا metal or than steel or than wood. یک مخ یک توتی از کولار میگیم که سختره نسبت به چی؟ نسبت مثلا به چوب که بشکنیم. این بحث بود که مثلا ما چی مقایسه میکنیم. یا میتونیم بگیم که به پس اضافه کردن پسوند ER یا به اضافه کردن پیشوند مثلا more or less میتونیم که ما اینا مقایسه کنیم. Speaking 11 ما معمولا speaking ها بحث نمی کنیم، بازم می خونم، نیاز نیست که شما ایر کار کنیم و در امتحان هم محتوای speaking به امتحان نمی آید. Scaffolding can be constructed using different materials such as metal pipes or bamboo. Scaffolding یا داربست میتونه برای ساختن مواد can be constructing using different materials میتونه ساخته شه، یعنی ما میتونیم این داربست بسازیم با استفاده از مواد مختلف، با using different materials، با استفاده از مواد مختلف such as metal pipe، از پایپ های فلزی مثلا EX و بامبو. بامبو نیر میگه، همون نیر که زیادتر مثلا به هند، به هند و به کشورها نیر زیاده که من خودم هم دیدم که بعضی مثلا به جای خوازی فلزی از نیر استفاده میکنه، از این شده های نیر به اصطلاح. خب یا میتونه از نی ساخته شه. With a partner, list the properties of these two materials and discuss the advantages and disadvantages of each. همراه یک پارتنر، همراه یک از رفیقا یا از یک از سنفیا گفته شما راجع به مشخصات دیگه از اینا بحث کنیم و همچنان راجع به فایده ها و نواقص از اینا شما بحث کنیم. Advantage فایده ها، disadvantage نواقص. رسیدیم به بخش دوم. متاسفانه delivery material ما نتونستیم به جلسه شامل کنیم، وقت ما تقریبا 32 دقیقه شده که بیشتر من از 30 دقیقه معمولا طولانی تر نمی سازیم جلسه های آنلاین. در این قسمت ما بحث میکنیم و به جلسه بعدی delivery problems، مشکلات انتقالات مواد ما بحث میکنیم. وقت خوش.